بسیار ساده سازی شده پروسه اخذ تذکره الکترونیکی نسبت به گذشته ها. ما سه تا فرم بسیار ساده و مشخص داریم که در فرما مواردی که باید درج شود، اول فرم فامیلی است، فامیل و اعضای فامیل درج میشه، باز به آن اعضای فامیل که تذکره الکترونیکی خواسته میشه، فرم انفرادی خانه پوری میشه که معلومات شخصی هر فرد در او درج میشه، و بعد برای کسایی که سنشان از 18 سال بالا هستند و تذکره کاغذی ندارن، با اونا یک فرم تصدیق هم داریم که اون فرم هم باید خانه پوری شود. و کاربرد اون فرم بسیار محدود از ما کمتر افرادی را داریم که از 18 سال سنشان بالا باشه و تذکره کاغذی نداشته باشند. دوستان میتونن هموطنان ما فرمای تذکره درخواست تذکره الکترونیکی را از مرکز توزیع تذکره الکترونیکی از وبسایت اداره ما دریافت بکنن. بعد از خانه پوری زمینه اسنادی که میتونن بکنن کاپی تذکره کاغذی شان است، در صورتی که خودشون تکمار کرده باشن و باسواد باشن و سویه تحصیلی داشته باشن، سند تحصیلیشان است. در صورتی که اختیار دارن اگر تکمار بکنن، گروپ خونشان مشخص شوه، سرتیفیکت گروپ خونشان است. این اسناد میتونه زمینه فرمجات توزیع تذکره الکترونیکی به مراکز ما تحویل داده شوه. مراکز ما اینا را میبرن تثبیت هویت میکنن، یعنی از صحت تذکره کاغذیشان اطمینان حاصل میکنن، بعد از او ثبت نام سیستم میکنن تا در مرکز دیتا ثبت شوه، و بعد آماده پروسه بایومتریک میشه که دوستان در روز مشخص از طریق تماس تلفنی میخواهند در مرکز و پروسه بایومتریکشان ختم میشه، تذکرهشان پرند. در قدم نخست هر شهروندی که به ما مراجعه میکنند، ما عکسش را میگیریم و بعد از او معلومات، بعد از اینکه عکس را گرفتیم امضایش را میگیریم، امضای دیجیتالی، و بعد از اینکه امضای دیجیتالی را گرفتیم ما اسکن عنبیه چشمش را میگیریم، و بعد از اینکه اسکن عنبیه چشمش را ما گرفتیم از این نشان انگشت ها یا امضای دیجیتالیش استفاده میکنیم. امضای دیجیتالی را که گرفتیم ما بعد از اون از نشان انگشت، اول نشان های انگشت دست راست، چهار انگشت دست راست بالای اسکن مانده میشه، و بعد از او چهار انگشت دست راست را، و بعد از او چهار انگشت دست چپ را، و شست انگشت نشان انگشت شست راست را میگیریم، و بعدا چپ را، و روند بایومتریک به این قسم به اتمام میرسه. اگر با رویداد خبرساز روبرو میشوید، ما را آگاه سازید تا ما مسئولین را آگاه بسازیم. سیمای سال، یگانه رسانه آزاد، مستقل و موثق‌ترین پایگاه خبر در سمنگان. برای دریافت اطلاعات دقیق، صفحات اجتماعی رادیو سیمای صلح را لایک و به اشتراک بگذارید.